ماهتاب موشک حامل ماهواره به فضا توسط جمهوری اسلامی ایران به رغم هشدار آمریکا. گفتگو تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه در خصوص ایجاد منطقه امن در شمال سوریه. و حکم زندان برای وکیل کارگران تأمین اجتماعی در پی شکایت سعید مرتضوی داستان پیشین تهران. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شبانگاهی. جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه خبر از پرتاب یک موشک دیگر داد. البته به گفته وزیر ارتباطات ایران، ماهواره پرتاب شده با این موشک نتوانست در مدار زمین قرار بگیرد. آمریکا پرتاب موشک توسط ایران را نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند. وزیر خارجه آمریکا در این خصوص می‌گوید ایران زیر پوشش پرتاب ماهواره می‌کوشد تا دانش خود در پرتاب موشک بالستیک غارپیما را تکمیل کند. در همین حال اسرائیل نیز این آزمایش موشکی را محکوم کرد. گزارشی از فرهاد پولادی. هفته جاری مایک پامپئو که با هدف ادامه هماهنگی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کشورهای خاورمیانه سفر کرده بود، درباره پرتاب موشک ماهواره برای ایران هشدار داده و آن را ناقض خطنامه ملل متحد عنوان کرده بود. شما می‌دانید که مقام‌های تهران از پرتاب موشک فضاپیما طی روزهای آینده صحبت کردند. در عمل این اقدام یعنی دستیابی به فناوری موشک‌های غارپیما نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. بنابراین اجماع جهانی علیه این گونه اقدام‌های ایران امری ضروری است. و امروز پس از انتشار خبر شکست تهران در پرتاب موشک ماهواره بر، نخست وزیر اسرائیل گفت که هدف جمهوری اسلامی ایران از پرتاب چنین موشک‌هایی پیشرفت علمی نیست. این رژیم همکنون نیز درباره قصد پرتاب ماهواره به فضا دروغ میگوید و هدف حقیقی آنها دستیابی به مرحله نخست موشک غارپیماست که مغایر با تمام معاهدات بین‌المللی میباشد. ما از مخالفت قاطع آمریکا با این اقدام تهاجمی کاملا حمایت میکنیم. فرانسه یکی از امضا کنندگان برجام روز جمعه از جمهوری اسلامی ایران خواست که فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک بالستیک خود به ویژه آزمایش موشک‌هایی را که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه افزود که پاریس بر این باور است که برنامه موشک بالستیک ایران در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. پرتاب چنین موشکی در تضاد با درخواست‌های 12 کنه آمریکا از مقامات تهران است. آمریکا با ارائه این درخواست‌ها گفته جمهوری اسلامی ایران با اجرای آنها باید رفتار خود را تغییر داده و به صورت یک عضو مسئول جامعه جهانی درآید. واشنگتن با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های برداشته شده در چارچوب برجام، ابراز امیدواری کرده که تهران هر چه زودتر برای دستیابی به توافق جامع به پای میز مذاکره حاضر شود. نگاهی دیگر به جهان امروز از راه‌های جدید و فیلتر نشده از شبکه جدید فارسی 365 روزه صدای آمریکا. تازه‌ها از نوآوری‌های علمی، شبکه‌ای که آمریکا را نزد شما می‌آورد و شما را به دنیایی وسیع‌تر می‌برد. تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. VOA 365، شبکه فارسی 365 روزه صدای آمریکا، از طریق منابع جهانی صدای آمریکا با همکاری رادیو فردا و مشارکت با شبکه خبری ABC موانع در راه دسترسی شما به اخبار فوری و تاثیرگذار را برمی‌دارد. ارتباط مستقیم شما با جهان، VOA 365، مستقیما شما را به جلسات کنگره، وزارت خارجه و کاخ سفید می‌برد. VOA 365، شبکه جدید فارسی 365 روزه صدای آمریکا. پرزیدنت ترامپ میگوید با رجب طیب اردوغان در مورد برقراری یک منطقه امن در سوریه تلفنی گفتگو کرده است. این منطقه امن که رئیس جمهوری آمریکا 2 روز پیش برای اولین بار به صورت مکتوب از آن یاد کرده بود، بین ترکیه و مناطق کردنشین در شمال سوریه ایجاد خواهد شد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز میگوید کشورش به سیاست اخراج شبه نظامیان ایران از سوریه با قاطعیت تمام ادامه میدهد. هوشمند میرفخرایی گزارش میدهد. پرزیدنت ترامپ در حساب کاربری خود در توییتر به گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه در روز گذشته اشاره کرد. با پرزیدنت اردوغان در مورد مواضع آمریکا در بسیاری از موضوعات گفتگو کردم که شامل موفقیت‌های 2 هفته اخیر ما در جنگ علیه بقایای داعش و برقراری یک منطقه امن تقریبا 35 کیلومتری بود. در خصوص توسعه اقتصادی آمریکا و ترکیه هم حرف زدیم. ظرفیت‌های بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد که به میزان زیادی قابل گسترشند. یگان‌های مدافع خلق متحد اصلی آمریکا در مبارزه علیه داعش در سوریه بود.
اما ترکیه این واحدها و تمام تشکیلات نظامی کردها در سوریه را تروریست می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب در یک توییت ضمن هشدار در مورد برخورد احتمالی ترکیه و کردهای سوریه برای اولین بار به موضوع منطقه حائل اشاره کرد. خروج نیروهای آمریکا از سوریه را آغاز کرده ایم و همزمان باقی مانده کوچکی از شبه نظامیان داعش را از تمام جهات به شدت سرکوب می‌کنیم. اگر خلیفه خودخوانده اسلامی دوباره سربلند کند، با استفاده از پایگاه‌های موجود آمریکا در منطقه به آن حمله می‌کنیم. اگر ترکیه به کردها حمله کند، آن را از نظر اقتصادی ویران می‌کنیم. همینطور مایل نیستیم کردها ترکیه را تحریک کنند. باید به یک منطقه حائل میان آنها به عرض تقریباً 35 کیلومتر به وجود آورد. نخست وزیر اسرائیل نیز در مراسمی که به مناسبت انتصاب سپهبد آوید کوچاوی به ریاست ستاد نیروهای مسلح آن کشور برگزار شده بود، بر تداوم سیاست اسرائیل در برابر حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت ایران حضور مستشاری در سوریه دارد، نه حضور نظامی. توصیه میکنم به سرعت از سوریه خارج شوند. ما همچنان به سیاست تهاجمیمان برای اخراج شبه نظامیان ایرانی از سوریه ادامه میدهیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه با حضور در ساختمان مرکزی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم آن کشور، گفت از تهدید رئیس جمهوری آمریکا در مورد به تباهی کشاندن اقتصاد ترکیه دلگیر شده، اما در گفتگوی تلفنی با او در تمام موارد از جمله برقراری منطقه ای امن در شمال سوریه به توافقی تاریخی دست یافته است. دادستانی فدرال آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کارمند ارتش این کشور را به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات ایران بازداشت کرده است. متهم بازداشت شده یک فرد دو تابعیتی افغان آلمانی به نام عبدالحمید است. این فرد که گفته می شود حدود 50 سال سن دارد به اتهام نقض قوانین حفاظتی بازداشت شده است. نشریه اشپیگل در گزارش خبر داد که این فرد به عنوان مترجم و مشاور برای ارتش آلمان کار می کرده و به اطلاعات محرمانه ارتش آلمان از جمله عملیات نیروهای آن در افغانستان دسترسی داشته است. در ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات ایران به دست داشتن در چند قتل و برنامه‌ریزی برای حمله به افراد و نشست گروه‌های مخالف در اروپا متهم شده است. اتحادیه اروپا اخیراً معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات و دو همکاران را در لیست افراد و گروه‌های تروریستی قرار داده است. مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران تامین اجتماعی با شکایت سعید مرتضوی دادستان پیشین ایران و رئیس تامین اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد از سوی شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 ماه حبس و تحمل 40 ضرب شلاق محکوم شد. حکم شلاق او به مدت یک سال تعلیق شده است. مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران تامین اجتماعی مدت هاست که میگوید با شکایت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی تحت فشار قرار دارد. او به سه بار شکایت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی و دو بار قرار منع تعقیبی که برایش صادر شده اشاره کرده است. پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی به ایرنا گفته است که این حکم در رابطه با شکایت سعید مرتضوی از موکلش به دلیل نام بردن او در مصاحبه پیش از قطعی شدن حکمش صادر شده و توضیح داده که استناد دادگاه در صدور این حکم زمانی درست است که شخص نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد. مصطفی ترک همدانی سال‌هاست که پرونده‌های مرتبط با فساد در دستگاه‌های دولتی ایران را پیگیری کرده و در پرونده تامین اجتماعی به ارتباط میان سعید مرتضوی و بابک زنجانی و معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و چگونگی ورود بابک زنجانی به لایه‌های قدرت اشاره کرده و همواره فساد تو در تو را در پرونده‌های گوناگون گوشزد کرده است. و اینجایی که میگن که فساد تو در تو هست و مشکل ایجاد میکنه، همینه. چطور تونه وزارت اطلاعات نتوانسته در اون زمان این فرد رو به خوبی شناسایی بکنه؟ مصطفی ترک همدانی امروز در حساب توییترش نوشته کوچکتر از آنم که بخواهم خود را داعی دار مبارزه با فساد بدانم، اما با تاوان پیگیری وکالت در پرونده سازمان تامین اجتماعی محکومیت کیفری هم است. او در روند پیگیری پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی و شستا رابطه مستقیم احمدی نژاد با بابک زنجانی را ثابت کرده و این پرسش را مطرح کرده که چه کسی بابک زنجانی را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. مصطفی ترک همدانی میگوید وکیل ساده است که دو دختر بچه دارد و آنها هر شب منتظرند که او به خانه برود. او ابایی ندارد که زیر حکم شلاق و زندان
از سود سرسام‌آور تحریم‌ها برای عده‌ای بگوید و در آخرین پست اینستاگرامش زیر عکس دو دخترش بنویسد این تاوان‌ها بخشی از عمل به سوگند حرفه‌ای ما و از اسباب و لوازم آتش به اختیاری است و از آن گریز نشاید، اما ناچار به انجام تکلیفیم. از باب طنز نیز به قول و فتوای آن مقام خراسانی که گفت زندان رفتن در حاکمیت جمهوری اسلامی موجب زایل گشتن گناهان است، 6 ماه حبس و 40 تازیانه نیت می‌کنم قربتاً الالله. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شده است، قاضی تخلف این بانک را 29 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. در این دادگاه علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک و وزیر رفاه دولت نهم و محمد رضا توسلی عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی متهم شدند. همچنین اعلام شد حسین هدایتی سرمایه‌دار ایرانی به یاسر ضیایی معاون وقت این بانک 25 میلیارد ریال رشوه پرداخت کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است 14 نفر در ارتباط با پرونده واردات کاغذ بازداشت و 3 نفر از متهمان از کشور متواری شدند. پیشتر پلیس تهران گفته بود سلطان کاغذ را بازداشت کرده است. دادستان تهران حجم تخلفات این گروه را بیش از 1700 میلیارد ریال عنوان کرده و گفته است در این پرونده 150 میلیون دلار ارز گرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر 2 فرد را با عنوان‌های سلطان سکه و سلطان قیر به جرم فساد مالی اعدام کرد. معاون دادستان مشهد نیز از دستگیری فردی خبر داده که در میان عطاری‌ها و فروشندگان داروهای غیرمجاز به سلطان ترامادول معروف بود. بانک در روزهای اخیر و صدور حکم دادگاهی در شیراز مبنی بر اینکه تعطیلی کسب و کار در روزهای ویژه آیین بهایی مساق تبلیغ علیه نظام نیست، بهاییان همچنان تحت فشار قرار دارند. پیام ولی، شهروند بهایی که کسب و کارش به علت اعتقاد به آیین بهایی تعطیل شده است، با انتشار ویدیویی از مشکلاتی سخن گفته که به خاطر نداشتن راهی برای کسب درآمد با آنها مواجه است. سلام، امروز 25 دی ماه 1397 در کنار برج آزادی، برجی که نماد همدلی همه مردم قوم و اندیشه‌ای هستش. متاسفانه دیروز قبض برق برام اومده به عنوان اخطار که امروز ساعت 9 صبح به علت پرداخت بدهی برق آپارتمانمون توی فصل سرما رو قطع خواهم کرد. متاسفانه همونطور که مصدر هستید محل کسب و بنده رو به خاطر بهایی بودن 11 سال پیش در شهر نظرآباد بلوم کردن و توی 11 سال هر گونه اقدامی که جهت ارائه انجام دادن هیچ گونه پاسخی رو از نهادهای قضایی و دولتی دریافت نکردن. در یک سال گذشته موج برخورد با بهائیان در ایران از تعطیلی کسب و کارهاشان گرفته تا اخراج دانشجویان پیرو به این آیین شدت گرفته و با واکنش نهادهای جهانی حقوق بشری روبرو شده است. رأی نهایی پارلمان بریتانیا در مورد برگزیت، خروج این کشور از اتحادیه اروپا، صادر شد. دقایق پیش مجلس عوام بریتانیا با 432 رأی مخالف و 202 رأی موافق پیشنهاد ترزا می نخست وزیر را رد کرد. خانم ترزا می که از حزب محافظه‌کار است، رأی را پذیرفت و گفت دولت از رأی تبعیت خواهد کرد. جرمی کوربین از حزب کارگر گفته نتیجه بزرگترین شکست از دهه 1920 است. تحلیلگران مسائل بریتانیا و اتحادیه اروپا از چند پیش گفته بودند که نخست وزیر بریتانیا با بزرگترین شکست زمان زمامداری خود در این مقام روبرو خواهد شد. این پیشبینی اکنون به تحقق پیوسته و آینده برگزیت همچنان مبهم است. پیشتر دولت ترزا می بر سر شروط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با این اتحادیه به توافق رسیده بود. این طرح در حالی رد شد که تنها 10 هفته به موعد مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمان باقی مانده است. ایراد و انتقاد مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رویش جوانه‌های یک گیاه بر روی کره ما و جنجال برانگیز شدن یک نمایشگاه هنری در حیفای اسرائیل.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. این بخش را با گزارشی مربوط به ایران پی می‌گیریم. به رغم سخنان جواد ظریف در دیدار با مقام‌های کردستان عراق در اربیل برای گسترش مناسبات اقتصادی دو طرف، تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهد روابط تجاری ایران با منطقه کردستان عراق گسترش یابد. علی جوادمردی گزارش می‌دهد. پس از دوره تنش و سردی کم سابقه میان اربیل با جمهوری اسلامی بر سر همه پرسی استقلال کردستان، جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اربیل رفته. ولی هدف نه بهبود روابط بلکه یافتن راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست. آقای ظریف امروز در اربیل گفت تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی ایران با عراق ایجاد کند و ما شریک مطمئنی برای اقلیم کردستان هستیم. ولی برخلاف این سخنان، مقامات اقلیم در عمل هیچ قرارداد رسمی را با جواد ظریف امضا نکردند. نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان گفت در چارچوب موازین بین المللی روابط خود با جمهوری اسلامی را توسعه می‌دهند. از دید منابع اقلیم کردستان، دلیل اصلی توصیه‌های آمریکا مبنی بر لزوم اجرای قوانین تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در اربیل با صراحت کردها را از کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها برحذر داشت. به همین دلیل امروز جواد ظریف بیشتر زمان دیدار خود از اربیل و پس از آن سلیمانیه را صرف شرکت در همایش فعالان اقتصادی کردستان کرد. به گفته منابع کرد، این سفر برای جلب توجه تجار و بازرگانان کرد جهت توسعه همکاری با ایران بوده که در آن تسهیلات کم سابقه ای از طرف جمهوری اسلامی پیشنهاد شده است. اقلیم کردستان عراق در تنش‌های میان آمریکا با جمهوری اسلامی اظهار بی‌طرفی می‌کنه، ولی همزمان مقامات اقلیم به ویژه در اربیل هیچ تمایلی نسبت به خروج از چارچوب مورد خواست آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی از خود نشان نمی‌دهند. علی جوانمردی، صدای آمریکا. و ما از پاتریک کلاسون، تحلیلگر ارشد و رئیس پژوهش در اندیشکده مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، دیدگاهش را درباره سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق جویا شدیم. از او پرسیدیم آیا این اقدام ایران به نوعی دور زدن تحریم‌های آمریکا تلقی نمی‌شود؟ آمریکا مخالفتی با مبادلات بازرگانی ایران و عراق ندارد. آنچه آمریکا با آن مخالفت دارد این است که پول این تجارت به جیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرازیر شود. هم‌اکنون عراق وارد کننده برق از ایران است و پول آن به جیب سپاه پاسداران سرازیر می شود و نه شرکت های برق ایرانی، که این امر برای آمریکا پذیرفتنی نیست. اگر ایران بتواند راهی را طراحی کند که پول به جیب سپاه پاسداران ریخته نشود، آمریکا با آن مشکلی ندارد. البته به شرط اینکه در مبادلات تجاری از دلار آمریکا استفاده نشود. رسانه‌های کره جنوبی از احتمال سفر مقام‌های بلندپایه کره شمالی به واشنگتن خبر می‌دهند. در گزارش روز سه‌شنبه رسانه‌های کره جنوبی، هدف از این سفر گفتگو درباره جزئیات دومین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی عنوان شده است. گزارشی در این باره. رسانه‌های کره جنوبی از احتمال دیدار و گفتگوی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و کیم یونگ چول مقام بلندپایه کره شمالی در روز پنجشنبه یا جمعه در واشنگتن خبر دادند. دیدار آینده پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون شاید هنوز قطعی به نظر نرسد، اما به گفته خبرنگار ارشد رویترز در کره جنوبی، از روند ابراز تمایل هر دو رهبر در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چنان برمی‌آید که دیدار دیگری در راه است. نشانه‌های فزاینده‌ای از تمایل پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون برای ملاقات در آینده نزدیک وجود دارد. دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور نشانگر آن است که دو طرف تلاش می‌کنند به پیشرفت‌های بیشتری قبل از وقوع دومین دیدار برسند. جاش اسمیت میگوید چنین پیشرفتی شاید در قالب یک توافق ضمنی و موقت بین دو کشور قابل تحقق باشد. تحلیلگران و مقام‌هایی که ما با آنها گفتگو کرده این بر این باورند چنین توافقی میتواند شامل بازرسی از بعضی تأسیسات هسته‌ای و موشکی کره شمالی در ازای لغو احتمالی بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه پیونگیانگ باشد.
هیچ یک از این گزینه‌ها در نهایت شاید گزینه مطلوبی برای دو طرف تلقی نشود، اما از دیدگاه تحلیلگران برای دستیابی به پیشرفت نسبی در آینده نزدیک ضروری است. چشم‌انداز پیشرفت در روابط دو کره اما روشن‌تر است. وزارت دفاع کره جنوبی در تازه‌ترین نسخه گزارش سیاست‌های دفاعی و نظامی آن کشور برچسب دشمن را که از سال 2010 و در پی مرگ ده‌ها نفر در حمله‌های جداگانه‌ای که به پیونگ‌یانگ نسبت داده می‌شود از کره شمالی حذف کرده است. این اقدام که بازتاب تلاش مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی در راستای تنش‌زدایی با همسایه شمالی تلقی می‌شود، خشم احتمالی محافظه‌کاران در سئول را در بر داشت که سیاست آقای مون را سبب تضعیف موقعیت دفاعی کشور میپندارند. در همین حال روزنامه رسمی رودانگ سیمون در کره شمالی روز دوشنبه در یک مقاله تفسیری بر ضرورت ادامه تلاش دو کره برای تنش‌زدایی و فراهم کردن زمینه تبادل نظر و همکاری‌های بیشتر در راستای ایجاد وحدت و تبدیل شبه جزیره کره به خانه راستین مردم دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت مخالفت دموکرات‌ها با احداث حصار مرزی با مکزیک هرگز او را از تلاش برای حفظ امنیت مردم آمریکا باز نخواهد داشت. در حالی که تعطیلی بخشی از دولت فدرال به دلیل این اختلاف نظر ادامه دارد، رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند با اعلام وضعیت اضطراری هزینه ساخت حصار مرزی را فراهم کند، اقدامی که البته به دور از چالش نخواهد بود. گزارش از شهلا راسه. پرزیدنت ترامپ دوشنبه در کنوانسیون ملی کشاورزان در نیولان از درخواست خود از کنگره برای تأمین هزینه احداث حصار مرزی با مکزیک دفاع کرد. When it comes to keeping the American people safe, I will never ever back down. وقتی پای حفظ امنیت مردم آمریکا در میان است، من هرگز عقب نشینی نخواهم کرد. کسانی هستند که تصور می‌کنند می‌توانند مرا از ایجاد دیوار مرزی باز دارند. آقای ترامپ دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی دولت توصیف کرد. تعطیل دولت تنها به یک دلیل ادامه دارد و آن این که دموکرات‌ها هزینه امنیت مرزی و امنیت ما و امنیت ملی کشور را تصویب نمی‌کنند. همزمان با ادامه مخالفت دموکرات‌ها، پرزیدنت ترامپ گزینه اعلام وضعیت اضطراری ملی را برای تأمین هزینه حصار بررسی می‌کند. و برخی از جمهوری‌خواهان باور دارند این گزینه ممکن است تنها راه بازگشایی دولت باشد. به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برای او استفاده از این اختیار است. کنگره که اقدامی نمی‌کند. دموکرات‌ها با اعلام وضعیت اضطراری مخالفت می‌کنند. استفاده از این اختیارات مانند اعزام نیروها به مرز غیر مسئولانه و غیر ضروری و مغالطه است. ما بحرانی در مرز نداریم. کارشناسان میگویند رئیس جمهوری راه‌های زیادی برای اعلام وضعیت اضطراری در اختیار دارد. The president has a fairly broad power to declare a national emergency. طبق قانون پرزیدنت اختیارات نسبتاً گسترده‌ای برای اعلام یک وضعیت اضطراری ملی دارد و مشکل بتوان دید که در توانایی رئیس جمهور برای انجام این کار استثنایی وجود دارد. اما از آنجایی که قدرت تعیین اعتبار در قانون اساسی در دست کنگره است، رؤسای جمهوری در گذشته از این اقدام باز ماندند. در میان پرزیدنت ترامپ در توییتر در مورد کاروان دیگری مرکب از صدها مهاجر غیر قانونی که در کشور هندوراس شکل گرفته و مقصد بسیاری از آنها مرزهای آمریکاست، هشدار داد تنها راه متوقف کردن آنها دیوار مرزی است. شهلا رستی، صدای آمریکا. این مجله خبری را با خبری مربوط به افغانستان پی می‌گیریم. گروه طالبان روز سه‌شنبه 25 دی ماه تهدید کرد که مذاکرات صلح با طرف آمریکایی را به حال تعلیق در می‌آورد. به گزارش رویترز، طالبان گفته است از آمریکا می‌خواهد دستور خروج نیروهای خارجی از افغانستان را صادر کند. این گروه اسلام‌گرای افراطی می‌گوید بر این درخواست برای پایان دادن به جنگ 17 ساله در افغانستان تأکید دارد. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. برای نخستین بار دانه های یک گیاه بر روی کره ماه جوانه زد. تصویر گرفته شده توسط اداره ملی فضای چین نشان می‌دهد دانه هایی که کاوشگر چانگ ای 4 چین با خود به کره ماه برد جوانه زده است.
این تصویر در تاریخ 17 دی ماه 1397 گرفته شده و روز سه‌شنبه 25 دی ماه منتشر شد. دانه‌های جوان زده پنبه اولین ماده بیولوژیکی است که روی کره ماه رشد کرده و به گفته طراح این ماموریت، آزمایش بیولوژیکی این کاوشگر اساس یک پایگاه در سطح کره ماه و بررسی‌های فضایی دراز مدت را پایه‌ریزی می‌کند. و اما موزه‌ای در حیفا در اسرائیل با نمایش اثر هنری موسوم به مک جیزز یا مکدونالد به صلیب کشیده شده، خشم بسیاری از اقلیت‌های مسیحی عرب را برانگیخته است. در واکنش و بر اثر پرتاب بمب آتش‌سا و سنگ از سوی تظاهرکنندگان، سه پلیس زخمی شدند. برگزارکنندگان این نمایشگاه چنین برخوردهایی را ناشی از برداشت اشتباه جامعه تلقی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران روست. اینجا موزه‌ای در حیفا از شهرهای شمالی اسرائیل است و این اثر هنری هم مک جیزز نام دارد. اثر هنری که موجب خشم اقلیت مسیحی عرب منطقه شده است. روز دوشنبه نمایندگان کلیسا به دادگاه شکایت کردند و خواستار حذف این اثر و دیگر آثار همچون عروسک مریم مقدس و مسیح مصلوب شدند. این چیزیه که من قلباً بهش ایمان دارم. این کار یک توهین بزرگ و امیدوارم دیگران هم حمایت کنند و به ما بپیوندند. مدیر موزه با بیان اینکه نمایشگاه در دیگر کشورها بدون هیچ مشکلی برپا شده میگوید از انتقاد جامعه نسبت به آثار به نمایش گذاشته شده این موزه شوکه شده. به گفته او این آثار نقد جامعه سرمایه‌داری است. خود هنرمند این اثر مسیحیه و از نماد صلیب و مسیح مصلوب برای نشون دادن هدفش استفاده کرده و معتقده که ما برده خدایان جدیدی مثل مکدونالد و دیگر شرکت‌ها هستیم و هدفش رنجوندن کسی نبوده. ما کاملا احساسات مسیحیان رو درک میکنیم، اما باید براشون توضیح بدیم که هدف هنرمند چی بوده. ما متاسفیم که اونا رو رنجوندیم. در حالی که وزیر فرهنگ اسرائیل نیز خواستار حذف این آثار هنری به دلیل بی احترامی شده، مدیر موزه حیفا این درخواست را به دلیل نقض آزادی بیان رد کرده است و با حذف این آثار هنری مخالف است. گروه اقلیت مسیحی عرب اسرائیل در سالهای اخیر رشد زیادی داشته و باعث شده تعدادی از هنرمندان خارجی در اسرائیل نمایشگاه برپا نکنند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا. و با پخش خبر ورزشی به انتهای این مجموعه خبری نزدیک می‌شویم. تیم ملی فوتبال ایران فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی 17 دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مصاف عراق خواهد رفت. تیم‌های ایران و عراق که صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کردند، چهارشنبه برای صعود به عنوان صدرنشین مقابل هم سفارایی می‌کنند. شاگردان کیروش با 2 پیروزی مقابل تیم‌های ویتنام و یمن با تفاضل گل مثبت 7 و کسب 6 امتیاز همینک بالاتر از عراق جای دارد و در صورت تساوی هم به عنوان تیم نخست به مرحله 1/8 نهایی صعود می‌کند. در نشست خبری پیش از این دیدار، مسئول شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران با اشاره به حذف ایران در دوره گذشته در مقابل عراق، توجه ویژه کادر فنی و بازیکنان به جزئیات را راز موفقیت دانست. چیزی که تو این دوتا بازی به خصوص انجامش دادیم و همیشه سعی کردیم که تو این چند ساله خیلی یعنی به طور خاص بهش توجه کنیم، اون تمرکز کافی تو طول جریان بازیه که حالا ممکنه 90 دقیقه باشه یا 120 دقیقه. و فقط حالا علاوه بر اون مسائلی که روزانه که همیشه با هم صحبت میکنیم و بازیکنان و سعی میکنم که به اندازه تجربه‌ای که تو این چند ساله به دست آوردم کمک کنم، من فقط فکر میکنم در این مورد خاص میتونم اینو بگم که من فکر میکنم چیزی که یاد گرفتم این چند ساله تو فوتبال به خصوص از آقای کیروش که وقتی که هر آدمی یه چیز مهم، یه چیز ارزشمند رو تو دستش داره و مال خودشه، هیچ وقت نمیذاره به راحتی از دستش بره و ازش بگیرن. و من فهم کنم که این اتفاقی بود که برای ما توی دور قبل افتاد و خب فهم میکنم دیگه همین جزئیات کوچیکی که بعضی وقتا هیچ وقت بهش فکر نمی کنی ولی میتونه که فاصله بین برد و باخته و این اتفاق برای ما افتاد و ما به این جزئیات خیلی بیشتر توجه میکنیم تو اینجا و مطمئنم که دیگه اون اتفاق برای ما نمیفته. دیدار ایران و عراق چهارشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی برگزار می شود. به پایان آخرین بخش خبری زنده صدای آمریکا می رسیم. از اینکه بیننده برنامه خبر شبانگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شب و روزتان خوش.